به نام خدا با سلام من ولیزاده هستم و این باعث افتخار منه که شما در حال تماشای این ویدیو هستید عنوان این مجموعه آموزشی پایتون برای مهندسین شبکه هستش در واقع ما قصد داریم از دید یک مهندس شبکه زبان برنامه‌نویسی پایتون رو با هم دیگه بررسی کنیم خب اون چیزی که من به تجربه بش رسیدم این هستش که اکثر کسایی که تو حوزه شبکه ای هستن زیاد به برنامه‌نویسی تمایل ندارن البته 100 درصد اینطور نیست کسانی هستن که هم برنامه‌نویسی رو ای بلدن هم شبکه رو ای بلدن ولی اون چیزی که من تو اطراف خودم دیدم اکثرا کسایی که تو حوزه شبکه خیلی حرفه‌ای هستن زیاد تمایلی به زبان‌های برنامه‌نویسی از خودشون نشون نمیدن برای همین تو این دوره من سعی کردم زبان برنامه‌نویسی پایتون رو به نحوی مورد بررسی قرار بدم که دوستان شبکار کار ازش لذت ببرند و زیاد قصد ندارم از دید یه برنامه‌نویس حرفه‌ای این زبان رو مورد بررسی قرار بدم خب تو این ویدیو قصد دارم به صورت خیلی خیلی کلی شما رو با زبان برنامه‌نویسی پایتون آشنا کنم انشالله تو ویدیو بعدی کم کم اول وارد جزئیات و سینتکس این زبان میشیم و بعد از اون تو چند تا سناریوی کاملا عملی میایم قابلیت های زبان برنامه پایتون رو با هم توی اون سناریو بررسی میکنیم خب این لوگو معروف پایتون هستش که حتما قبلا دیدین این لوگو سعی شده توش دو حرف ابتدایی کلمه پایتون یعنی پی و وای گنجونده بشه و تصویر دوتا تا مار رو هم میبینید که بر روی همدیه قرار گرفتن برای این دوره من اومدم یه لوگو به صورت انحصاری طراحی کردم که شما قبلا این لوگو رو هیچ ندیدین و اومدم تو این لوگو ترکیبی از سیسکو و پایتون رو قرار دادم که هر کس این لوگو رو میبینه بلافاصله متوجه بشه که ما میخوایم کاربرد پایتون رو تو شبکه‌های کامپیوتری داشته باشیم خب ببینیم زبان برنامه‌نویسی پایتون اصلا از کجا کارشو شروع کرد سال 1991 آقای خید و فان روسوم که یک هلندی بودن برای اولین بار زبان برمسی پایتون رو به دنیا معرفی کردن البته استارت پیدایش این زبان تو سال 1989 خورد یعنی چند سال قبل از این تاریخی که شما مشاهده میکنید تو سال 1989 ایشون قبل از تعطیلات کریسمس قصد داشتن که برای تعطیلات کریسمس خوشون برای اینکه این زمان رو به نحو احسن استفاده کنند بیان یه زبان اسکریپتی بنویسن و حاصل اون تصمیم این شد که تو سال 1991 زبان برمسی پایتون رو به دنیا معرفی کردن خب شاید براتون سوال باشه که چرا اسم این زبان پایتون هستش ایشون تو مصاحبه خودشون گفتن که یکی اینکه من طرفدار گروه تنسپرداز مانتی پایتون بودم و دوم اینکه میخواستم قدرت و عظمتی که همه ما تو ذهنمون از مار پایتون داریم توی این زبان گنجونده بشه و کسی که با این زبان کار میکنه بدونه که این زبان چه زبان پرقدرتی است اینم تو پرانتز خدمت عرض کنم که خب تلفظ انگلیسی پایتون پایتان هست یا تلفظ های که وجود داره ولی خب ما چون تو فارسی عادت کردیم میگیم پایتون منم تو این ویدیو سعی که همون پایتون رو بگم مثلا خب یه کلمات تو حوزه شبکه تلفظ اصلیش اون چیزی که ما تو فارسی میگیم نیست مثلا لینوکس و تلفظ اصلیش لینکس هستش ولی مثلا ما عادت کردیم میگیم لینوکس برای همین برای اینکه ما بخوایم به همون زبان فارسی پیش بریم تلفظ رو همون چیزی که هست با هم دیگه جلو میریم خب پس علت نامگذاری هم این بوده مورد بعدی هستش که ایشون توی دنیای بزرگ برنامه نویسی مخصوصا جامعه پایتون کارها معروف هستن به دیکتاتور خیرخواه جاویدان البته این کلمه دیکتاتور خیرخواه جاویدان از زبان انگلیسی برگرنده شده به فارسی و یه مقدار شاید مثلا این ترجمه مسخره به نظر بیاد ولی خب کلا یعنی چی؟ چون ایشون بنیانگذار و مؤسس زبان پایتون بودن اگر تو روند آپدیت یا آپگرید این زبان اختلاف وجود بیاد و مشکلی به وجود بیاد ایشون به عنوان یه نفری که خیرخواه هستن و همه قبولش دارن حرف آخر رو میزنن و حرف ایشون فصل خطابه و اون اختلاف به پایان خواهد رسید برای همین این لقب رو بهشون دادن که به فارسی معنیش این میشه دیکتاتور خیرخواه جاویدن که حالا شاید یه سری کلمات واقعا ما به فارسی برمیگردونیم زیاد ترجمه قشنگی نشه مورد بعدی این هستش که ما بخوایم اگر زبان پایتون رو خیلی سریع براتون توصیف کنیم پایتون یک زبان برنامه‌نویسی تفسیری سطح بالا و همه منظور است این یعنی چی بازم میگم من نمیخوام به عنوان یه برنامه‌نویس حرفه‌ای این دوره رو بگذرونم با شما میخوایم به صورت خیلی کلی و تیتفار این سه چیزها رو با هم بررسی کنیم تفسیری یعنی چی یعنی اینکه کلا تو دنیا برمسی دو حالت داره ما یا از مفسرها استفاده میکنیم یا از کامپایلرها مفسرها یا کامپایلرها زبان پایتون از مفسرها به صورت پیشفرد استفاده میکنه هرچند که این قابلیت رو داره از کامپایلر هم استفاده کنه حالا فرق مفسر با کامپایلر چیه وقتی شما دستورات خودتون رو برنامه نویسی میکنید می نویسید خب باید این برای سخت افزار قابل فهم باشه باید این تبدیل به یک سه سفر و بشه تا سخت افزار بفهمه برای همین اگر ما بیم از مفسر استفاده کنیم برای اجرا کردن دستوراتی که نوشتیم مفسر کارش اینه که خط به خط دستورات شما رو میخونه و هر خط رو همون موقع اجرا میکنه ولی کامپایلرها اینجوری نیستند کل کدهای شما رو میخونن تمام کدهایی که نوشتین آخر سر میان خروجی رو به شما نشون میدن چه مزیتی کامپایلر داره نسبت به مفسر کامپایلر کمتر رم و سی رو درگیر میکنه و سرعتش بالاتره ولی مفسر چون داره خط به خط میخونه و همون لحظه خروجی به ما نشون میده یک مقدار کنتره این اولین مورد دوست داشتم بدونید تو دنیا هم زبان هایی که حالا به صورت تفسیری هستن مثل همین پایتون مثل روبی مثل پی اچ پی کلی زبان داریم که از مفسرها استفاده میکنن و زبان هایی که از کامپایلرها استفاده میکنن مثل خانواده سی،, سی 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 پلاس پلاس زبان گو اینا از کامپایلر استفاده میکنن که خیلی حالا دستبندیش طولانی تره میتونید شما گوگل کنین و خودتون مشاهده کنید مورد بعدی که ما تو توصیف زبان پایتون داریم اینه که یه زبان سطح بالاه یعنی چی سطح بالاه؟ ما کلا زبان هم دو دسته یا سطح بالا یا سطح پایینه این مزیت نیستش که یه زبان سطح بالا باشه یا یه افت کلاس نیست واسه یه زبان که لو سطح پایین باشه فرق این دوتا چیه؟ اگر زبانی سطح بالا باشه یعنی کار کردن با اون زبان برای ما انسان ها راحت تره. مثلا همین زبان پایتون شما با حروف انگلیسی شروع میکنید کودهای خودتون رو مینویسید برای همین خوندنش واسه ما خیلی راحت تره ولی زبان سطح پایین یا لو لول از یه سی صفر و یک تشکیل شده و به سخت افزار نزدیک تره واسه سخت افزار شما قابل فهم تره اگه یادتون باشه تو دانشگاه اونا که رشته کامپیوتر خوندن زبان اسمبلی زبان ماشین خب اینا واسه ما کار کردن باهاشون خیلی سخت بود ولی عوضش به سخت افزار نزدیکتر بودن ولی زبان های های لول یا سطح بالا واسه ما انسان راحتتر کار کردنش ولی خب باید عملیات بیشتر روشون اتفاق بیفته تا واسه سخت افزار قابل فهم بشن برای همین اکثر زبان ها که ما باشون کار میکنیم تو بندی های لول قرار میگیرن و مورد آخرین هستش که پایتون یه زبان همه منظوره است یعنی تقریبا تو هیچ حوزه ای پیدا نمیشه که شما نتونید کاربرد زبان پایتون رو توش ببینید از هوش مصنوعی گرفته ریاضیات اونی که وب دیولپر همین ما شبکه کارها همه جا این زبان کاربرد داره اول بهتون بگم که ما حدود 700 تا حدود 700 تا زبان برنامه‌نویسی تو دنیا داریم که از این 700 تا 245 داشت خب خیلی پرکاربرد کاربرد زنده تره ازش استفاده میشه تو سایت های مختلف اومدن زبان های برنامه‌نویسی دسته بندی کردن مثلا سایت معروف گیت هاب زبان پایتون رتبه سوم رو در تو دنیا دسته بندی ها متفاوته باید ببینیم از دیدگاه چه کسی میخوایم دسته بندی کنیم مثلا از دیدگاه یه نفر که تو حوزه هوش مصنوعی فعالیت میکنه زبان پایتون اوله یا دومه خیلی جایگاه خوبی داره ولی یه نفر که وب دیولپره شاید نظرش متفاوت باشه بگه نه من تو این دسته بندی اول دوم زبان های دیگه ای رو میدونم ولی من اینجا قصد دارم بر اساس این رفرنسی که گذاشتم میزان درآمد برنامه نویس ها رو توی آمریکا به صورت میانگین به می شما نشون بدم این ایالت با ایالتش متفاوته و میانگین توی آمریکا. همونطور تو که میبینید اونایی که توی حوزه پایتون فعالیت میکنن میانگین درآمد سالیانه شون از تمام زبانهای دیگه بیشتره که داریم مشاهده میکنین البته این یه چیز نسبیه ممکنه تو کشور ما ایران یه زبان دیگه درآمدش بالاتر باشه ممکنه تو یه کشور دیگه یه زبان دیگه بالاتر باشه ولی اون چیزی که تو آمریکا الان داریم میبینیم زبان پایتون بالاترین درآمد رو داره این یه اشتباه بزرگی شما 120 هزار دلار رو به ریال تبدیل کنید و ببینید چقدر عدد بزرگی شده قطعا باید با های آمریکا و اون کسی که داره تو اونجا زندگی میکنه و تو چه ایالتی هست مقایسه بشه بعد حالا ببینیم خب چقدر این درآمد درآمد منطقی خوبی است نسبت به مثلا یه پزشک یا نسبت به یه شغل دیگه این نکته رو دوستاشم شما حتما بدونید مورد بعدی که میخوام بهتون بگم کمپانیای خیلی بزرگی دارن از زبان پایتون استفاده میکنن که حالا بعضی شما دارین تو این اسلاید مشاهده میکنید ولی مثلا کمپانی گوگل اووردم اینجا تو تقسیم بندی ها که داره از زبان پایتون استفاده میکنه اشتباه نکنید که کل گوگل داره از پایتون استفاده میکنه نه گوگل داره از سه چهار تا زبان بررسی استفاده میکنه مثلا گوگل داره از سی پلاس پلاس استفاده میکنه پایتون استفاده میکنه جاوا استفاده میکنه جاوا اسکریپت استفاده میکنه می و یه زبانی که خودش برای خودش نوشته خب ولی خب یکی از زبان که گوگل داره استفاده میکنه پایتونه مثلا اینستاگرام یکی از زبان که داره استفاده میکنه پایتونه ولی خب خیلی خوبه که مثلا یک کمپانی بزرگی مثل اینستاگرام داره از سه تا زبان استفاده میکنه که یکیش پایتونه و اینا همه کمپانی قدرتمند و تصمیم گیر و تصمیم سازی تو دنیا هستن که دارن از پایتون استفاده میکنن کلا من یه نفری که مثلا یه دانش آموز یا یه نفری که اولین بار میخواد به سراغ برنامه نویسی ازم میپرسه که از چه زبان شروع کنم بهش حتما پیشنهاد میکنم از پایتون استفاده کنه چون خیلی یادگیریش آسونه و سریعه و از اون ورم درآمد خوبی داره من یادم میاد از سال 2015 به بعد سر کلاس هم آخرین جلسات مثلا نتورک کلاس به دانشجوام نصیحت میکردم که چجوری واسه آیندهشون تصمیم گیری کنن معمولا بهشون میگفتم برای سه سال آیندهتون چهار سال آیندهت از حالا میخوایم برنامه‌ریزی کنین حتما یه زبان برنامه‌نویسی مخصوصا پایتون رو یاد بگیرین و حتما تو هر حوزه‌ای که وارد میشین مایکروسافت سیسکو لینوکس هر چی حتما امنیتش هم بخونید یعنی سیسکو داری میری جلو یه سیسکو کاری باشه که امنیت سیسکو رو کاملا میتونه برقرار کنه و دوراش رو گذرانده خب نمیخوام وقت این ویدیو رو بیش از این زیاد کنم ما تو ویدیوهای بعدی با کلی سرفصل های جذاب در خدمتتون هستیم صرفا خواستم تو این ویدیو یه سری کلیات و خدمتتون عرض کنم و ذهنتون رو قلقلک بدم واسه اینکه تو ویدیو بعدی من رو همراهی کنید خب از اینکه این ویدیو رو تا انتها مشاهده کردید ازتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم در ادامه من رو همراهی کن.